کنترل روم قسمت 13 این برنامه مخصوص ریاستی های بزرگوار هست و به تبع اگر ایرانی های عزیز یا گروه های سیاسی دیگر سوالی بپرسند پاسخ داده نخواهد شد. موضوع این برنامه یک رهبر پاتریوت، مشخصات یک رهبر پاتریوت در کره زمین چیه؟ یعنی وقتی ما میگیم مثلا فلان رهبر پاتریوته، مثلا به عنوان مثال گفتیم پوتین پاتریوت، یه مشخصاتی این پوتین باید داشته باشه که وقتی ما میگیم معلوم بشه، یعنی مانیفستی داره رهبریت، پادشاهی یک کشور، امپراتوری یک کشور بودن، سلطان یک کشور بودن، رئیس جمهور یک کشور بودن و اینکه اون رئیس جمهور پاتریوت باشه، داره مشخصاتیه. اگر این مشخصات در اون فرد یافت نشه، اون فرد نمیتونه یک رهبر واقعی یعنی یک پاتریوت باشه. برای همین از روزی که ما در نگرش اسرائیل دقت میکردیم، نتانیاهو رو به عنوان یک پاتریوت معرفی نمیکردیم. حالا بعد از ریاستی هیجانی میشدن، مطالبی میزدن و این که ما هم سکوت میکردیم به دلیل اینکه شرایط اون زمان طوری بود که پرزیدنت ترامپ داشت حرکت‌هایی انجام میداد و مطلب اینقدر بزرگ بود که عرضم حضور شما که مجبور بودیم که سکوت کنیم. به عنوان مثال کوچولو الان چون یادم افتاد بگم، مثلا یکی از این چیزایی که شما باید بدونید اینه که اگر در عربستان کودتا نمیشد و بن سلمان به قدرت نمیرسید، همین جنگ حماس و اسرائیل عرضم حضور شما که عربستان حمله نظامی میکرد به، یعنی اگر رهبران قدیم بودن حمله نظامی میکردن به اسرائیل. پس همین که الان عربستان به اسرائیل حمله نظامی نمیکنه، اسرائیلیا تا آخر عمرشون مدیون پرزیدنت ترامپ هستن. میخوام بگم چه چیزهایی بوده پنهان که نمیخوام راجبش فعلا حرف بزنم. فعلا میخوام راجب این حرف بزنم که یک رهبر پاتریوت، یک امپراتور پاتریوت چه مشخصاتی داره. در برنامه‌های قبل من توضیح دادم که اصولاً گلوبالیستا و کشورها، سازمان‌های امنیتی، هر فردی رو که میخوام به قدرت برسونن باید این سه مشخصه رو در اون یافت بشه، یعنی پیدا کنه. یعنی یک، اینکه اون رهبره باید مال حزبی باشه، یا حزب دینی یا حزب سیاسی بنا به شرایط اون کشور دیگه، یعنی کشوری مسیحی باشه، حزبی اونجا باشه که مثلا سنی باشه یا شیعه باشه یا مسلمان باشه، اونو به قدرت میرسونه که دهن مسیحا رو سرویس کنن دیگه. حالا اگه اون مسیحایی باشن که مخالف گلوبالیستا باشن، حالا بها، یعنی باید عضو یک حزب و یک پارتی از سیاست جهانی باشه. دومین نکته این بود که این فرد اگر اولی نیست، یعنی حزبی نداره یا شرایطی نداره که بتونن، مثل خمینی که هیچ کدوم این شرایط رو نداشت، یعنی حزبی مال حزبی از کشورها و اینا نبود. و حالت دوم باید چی باشه؟ باید اینی که مهره باشه، یعنی مستقیما مثل تاپاله سیاسی که عضو یک مثلا CIA باشه، MI6 باشه، عضو باشه، یعنی اصلا ولی پنهانه. بعدها 50 سال بعد میگن فلان رهبر فلان کشور آفریقایی عضو CIA بود، یعنی مهره باشه، یعنی مستقیما مهره باشه دیگه، عضو حزبی نباشه یا حزبی نداشته باشه یا به شرق و غرب وابسته نباشه. و این شد حالت دوم، یعنی در حالت اول به قدرت میرسوننش، اون حزب کمکش میکنه یا اون کشور کمکش میکنه، اگه چپ باشه چپا کمکش میکنه، راست باشه راستا کمکش میکنه. حالت دوم اینه که مهره باشه، خب معلومه CIA تمام پولاشو میذاره، میلیاردها دلار میذاره که اینو تو اون کشور به قدرت برسونه. حالت سوم، اگر این دو حالت در اون رهبر و لیدر موجود نباشه، حالا میان بهش مهره میتپانن، مثل خمینی. یعنی خمینی هیچ رو من دوتا رو نداشت، اما چند تا مهره مثل هاشمی رفتن دینگران بهش تپوندن، ولی اینکه بعدن یواشاش با کشتن خمینی و پسرش و تیمش و میانه‌روها یا هر گروهی که دلشون میخواد بتونن قدرت رو تصاحب کنن در وسط اون انقلاب یا اون کودتا. حالا اگر رهبری باشه که این ستا رو نداشته باشه، چی کار میکنه؟ این چیزیه که
مبحث امروز این برنامه است. یعنی حسینی فردی که مال هیچ حزب سیاسی نیست، رهبر مستقله، به درد نمیخوره، جو مهره هم نیست، یعنی هیچ سازمان امنیتی نمیتونه بیاد بگه ما به حسینی پول میدیم یا مهره ماه، و هیچ سازمان امنیتی دیگه هم نیست در کره زمین که بگه حسینی مال فلان جاه. ممکنه CIA نگه، من مهرش باشم نگه، ولی روس‌ها اعلام میکنن که مهره اونجاست. خب اینم در من نیست. مهره هم که میخوام بتپونن اون رهبره میشه یک رهبر شجاع باهوش باشه. این رهبره اگر خیلی باهوش باشه خیلی سخت میشه بهش مهره تپون. در این سه حالت که مشکل پیدا کنن با فرد، اما اون فرد دارای آیدیا قدرت مردمی یک اپوزیسیون قدرتمند باشه، اون وقت یک حالت دیگری تولید میشه به نام حالت فشار امنیتی برای یک دوره کوتاه. یعنی چی؟ یعنی میگن خب ما این حسینی پادشاه بشود یا نشود؟ جواب اینه که نشود. میگن چرا؟ میگن برای اینکه حسینی جز به کسانی که اون سه حالت رو نداره، میگن پس پادشاه نباید بشه، تموش. این تموم، این چیزی که گلوبالیستا میدونن، برای همین صفحات ما رو بستن، صداهای ما رو بستن، همین کار با ما کردن. چرا؟ چون این ستا رو نبود، در من نیدن دیگه، نمیتونستن سوار بشن، تکون میخوردن فکر میکردن مثلا ما اسبیم اونا بالا هن، تکون میخوردن میدیدن اونا اسبن و ما بالا نشستیم داریم چارنل میریم. در این حالت یه مشکلی وسط به وجود میاد، یعنی میبینن که مثلا در خارج از کشور، در اپوزیسیون خارج کشور گروهی وجود نداره که بتونه مثلا مثل ما 15 میلیون طرفدار داشته باشه، قدرت داشته باشه، آیدیا داشته باشه، تفکر داشته باشه، باهوش باشه و قانون اساسی داشته باشه، طرح و تغییر رژیم داشته باشه. در این حالت میان چیکار میکنن؟ میان یک نقطه‌ای تولید میکنن به نام نقطه‌ای که در اصل کوتاه مدته، یعنی حکومت کوتاه مدت، یعنی سلطان کوتاه مدت، یعنی پادشاه یا رهبر کوتاه مدت. یعنی میگن اوکی از حسینی باید استفاده کنیم در امروز تا سه ماه آینده میدیمش رو هم، بعد سفر رو میبریم، یعنی مسیر رو حرکت میدیم. اینجا احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به فشار حداکثری دارن. یعنی چی؟ یعنی سازمان‌های امنیتی مثلا مثال واضح، حالا جوابش میرم تو مثال که بیشتر متوجه شید. مثلا ما تنها گروهی بودیم که حماس رو تروریستی اعلام کرده بودیم، جمهوری اسلامی رو تروریستی اعلام کرده بودیم، سپاه پاسداران هم تروریستی اعلام کرده بودیم. خب در اون تاریخ نتانیاهو مثل سگ روپاهای جمهوری اسلامی بود، پشت پرده پول میداد به حماس و مثل سگ هم میترسید، اصلا جرأت این که بگه سپاه تروریستیه نداشت. اصلا اون تاریخ 6 سال پیش ما داشتیم حرف میزدیم، گروه های سیاسی هیچ که جرأت نمیکنه. مثلا رضا پهلوی که خودش اول تو مؤتلفه بود، بعد قرارداد پنهانی با سپاه بسته بود، بعد از اینکه قضیه تموم شد رسید به جایی که دیگه نمیتونه این کارا رو بکنه، رفت نشست چسبید به اصلاح طلبها، دوباره اونجا پول گرفت، بعد وارد نگرش اسلام شد، شیعه و اسلام، و رفت عربستان که عکس شباشه که اومد بیرون و پولو گرفت، بعد دید که گفت اینقدر بیشتر بدین ندادن، گفت حالا که اینطوری شد مرگ بر اسلام درود بر اسرائیل، رفت اسرائیل و کاراش همینطوری. این آدم مشخصه، یعنی این آدم مهره است، این آدم مهره بهش نمیخواد به تپونه، خودش خود بیناموزش مهره است، اصلا برای چی مهره بهش به تپونن؟ مثل تفکر مثل شاه مهره بود، مهره برای چیش به تپونن؟ زمانی که شاه از مسیر داشت خارج میشد یا گروه های دیگه تلاش کردن مثلا مهره بهش بتپونن مثل فرح، اون موقع فرح رو بهش تپوندن، این جنگ ها به وجود اومد که نتیجهش هم که رو هواپیما بود و جایی هم نبود. ببینید بچه ها، یه چیزی که شما باید بدونید اینه که دو تا گزینه من و تو که ریستارتی هستی بیشتر نداریم. نمبر وان، یا باید رهبرت مستقل باشه، پاتریوت باشه، دنبال اینی ما در خدمتتون هستیم، یا اینکه رهبر مستقل نمیخواد. اگه من مستقل نباشم و یک امپراتور مستقل، یک رهبر اپوزیسیون مستقل نباشم، به تبع
منافع کشورهای دیگر رو باید گوش کنم. یعنی این که چه سودی برای مردم اون دوباره دارم که الهیش رو بذاریم کنار، رو این که ما رو یه سال پخش کردیم و خرد و اندیشه و اینا رو بذار کنار، ما داریم زمینی شرط بزنیم. باید پاتریوت بشیم. وقتی میخوای پاتریوت بشی مشکلات به وجود میاد، سخت میشه. صفحات شما رو من همه نگاه میکنم، بعد مثلا به تب تو 15 میلیون یه استارتی که ما تو ایرانیا داریم در داخل و خارج ها قطعا 7-8 هزار تا جاسوس ممکنه شو بشه، ما اونو کاری نداریم. ولی بعضی یه استارتی ها مثلا دلشون رحم میاد، ما رو دوست دارن یا فکر میکنن ما داریم یه مسیر اشتباه میریم یا اینا، مثلا میاد یه ویدئویی میسازه 10 ثانیه‌ای مثلا میگه که توش مثلا یه شعری میزنه، مثلا مثال میزنه مثلا سراب و مثلا این بیابون و سراب مثلا مسیر تو آقای حسین داری اشتباه میریم، میخواد اینجوری بگی که مثلا میشه مسیر تو عوض کنی راه دیگه ای بریم اونجوری باشیم و اینا. یعنی یا فکر میکنه که شاید بیشتر میفهمه، اشکالم نداره، یه استارتی دیگه همشون بچا یه استارت هم واقعا شد. میگم که همه صفحاتی که در روز یک ساعتی دارم میخونم یا نگاه میکنم و جایی که جواب داده بشه که به نفع اپوزیسیون باشه جواب میدم، وگرنه جواب نمیتونم بدم دیگه. دارم مستقیما با شماها حرف میزنم که این موضوع رو بدونید، یا من باید پاتریوت باشم و رهبر پاتریوت و یا وابسته باشم. اگه قرار باشه وابسته باشم که خیلی پوان ها داشتم که میتونستم وابسته باشم، چرا الان فراموش نکنید این چیزایی که هر خری در آمریکا وارد آمریکا میشه، هر خری این موضوع رو میدونه. یه بچه جغلی احمق وارد آمریکا کنی میدونه که هر کسی که به ترامپ بچسبه نابود میشه. الان توی این مدت هم شما دیدید که ترامپ که یک فرد قوی نبوده که بگیم که مثلا سیستم امنیتی کمکش میکرده که، نه الان همه میدونه هر کسی که با بایدن باشه با اوباما باشه تو چپ باشه به قدرت میرسه و خطراتش هم میدونه. یک دفعه تو برنامه گفتم ما شجاعت ما همین بس که راجب رضا پهلوی و فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی در خارج کشور حرف بزنیم یا مثلا ما بیایم به بایدن حمله کنیم. خب من که آف کورس میدونم فردا میتونن بگن حسینی عاشق بچهای 2 ساله سکس و دختر پسرای 2 ساله است، آقا حسینی داره مواد رد میکنه، آقا پناهندگیشو باطل میکنه، میفرستیمش تهران کشته میشه، نمیدونم این آدم تکسش فلان بوده، خیلی کارا میتونن بکنن، قوی ان دیگه، میتونن خیلی کارا رو بکنن. اینا رو همه رو میدونیم، شما ریاست رو بدونید، ما خیلی کل مطلب رو میدونیم، اینکه کجا پول در بیاریم میدونیم. میدونیم الان اگه بگیم مرگ بر ترامپ چه سودی میکنیم، چه سرعت رسانه زدنمون رو میدونیم، همه رو میدونیم. پس چرا داریم این کار میکنیم؟ چون میخواییم مستقل باشیم. ما یک رهبر پاتریوتیم، ما باید رهبریت پاتریوت رو به دنیا تدریس کنیم بعدا، یا از اونها یاد بگیریم چیزای خوبشون. ما باید شاخصه هایی در این رهبریت پاتریوتی داشته باشیم، و اگر یک کسی مثل نتانیاهو میشی که خودش میگه حماس تروریسته، بعد بهش پول میده، اصلا هیچ آدم پاتریوتی برش و یک آدم باناموس وقتی یک کسی میگه تروریسته، این حزب این گروه تروریستیه، هیچ آدم باناموسی پول نمیده. شرایط اون زمان اصلا یک آدم میدونی اصلا یک آدم باناموسی هیچ وقت به اون آدم پول نمیده. یعنی امکان نداره که ترامپ رئیس جمهور بشه بعد بیاد فردا بگه به حماس پول بدیم. مثلا اگه تروریستی بدونه ها، حالا خیلی ها میگن اصلا حماس اونجا رأی آورده تو کشورش، دموکراسی حماس رو به قدرت رسونده. دموکراسی حماس رو اونجا به قدرت رسونده، یادتون باشه. اصلا این خوش زیر سواله، یا تروریست یا نیست. این تروریست چطور پول بشتی؟ جواب نمیده. شرایط اون موقع بوده، سیاست، این سیاست مادر قهوه ها، سیاست آدمش سالم نیست اصلا. یک آدم سالم که میبینه داره یه نفر مثلا تروریست یا داره بچه میکشه یا زن میکشه مگه میتونه پول بده؟ اصلا نمیفهمیم ما این چیزا رو. دلیل اینکه نمیفهمیم مطالب رو اینکه خیلی میفهمیم، این یک از مشکلاته. حالا در این شرایطی که این فرد یکی فردی مثل حسینی باشه که اون سه تا حالت رو نداشته باشه، حالا باید بیان یک پلنی بچینن برای اینکه یه جایی تا یه جایی بتونن روی این آدم ازش استفاده کنن و قرارداد موضوعشون که به اون اهدافشون برسن. یکی از راهاشون فشار حداکثریه. من یک مثال استفاده بزنم تا بدونید که فشار حداکثری یعنی چی. یعنی اینکه
برای اینکه استقلال یک رهبر رو زیر سوال ببرن میان مثلا تهدید میکنن که همینا که گفتم میدونی چی کارت میکنیم، حالا صدات رو میبندیم، حالا پناهندگیت رو باطل میکنیم، حالا نمیدونم پولات رو فلان میکنیم، حالا باید مامان تکس میگیریم، حالا ببین تمام صفحات رو یه ساعتی رو میبنه، هی تهدید تهدید تهدید. این شرایط همیشه در سیستم های دیکتاتوری تفکری وجود داره همیشه. بعد دیگاه میکنن که اون رهبر چی فکر میکنه، حرکتش چیه، حرکت بعدش چیه، بعد هویج میاد، حالا دیگه چماق میره کنار، حالا هویج میاد، هویج. حالا میتونی میشی چقدر روز سر میتونی رساله بزنی، تو اگه اینو بگی اینجوری میشه، میتونی موفقیت های اینجوری داشته باشیم، واو چقدر قویه، تو چه رهبری هستی، باهوشی، چقدر، همش این هویج رو وارد میکنه. حالا این جواب نمیده، حالا نه چماق جواب میده و نه هویج جواب میده. اینجا فشار حداکثری بسیار پلیتیکانه سیاسی وارد میشه. در ایران که بودیم یه مثال ساده بزنم، یکی از این مدیرای شبکه یه آدمی بود به نام آقای پور محمدی. بنده هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از این مدیران شبکه نداشتم، نه ارتباط خانوادگی داشتم، نه ارتباط پنهانی داشتم، من یک از افرادی بودم، تنها فرد بودم، چون سیاسی نبودم، بر اساس هوشم در تلویزیون ایران کار میکردم. این مثال میزنم برای اینکه متوجه موضوع چیه. خب سازمان امنیتی ایران، وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه، حالا خیلی چیزهای دیگه هم که بودن، اینها میخواستن یک جوری چهره هایی که از یه حدی میگذره محبوبیتشون رو باید کنترل کنن دیگه، یعنی باید چند تاشون باشه. خب چهره های تلویزیونی به چند تقسیم میشن؟ اوکی، یا مهرن یا مال حزب، ببین یا مال حزبی هن، پس اونی که تو تلویزیونه یا مال حزب چپه یا مختلف است یا راسته، یا مهره است یا بهش مهره تپوندن. یک گروهی از هنرمندا هستن که مستقلن، یعنی خوش مثلا استعدادش اومدن بالا، حالا اینا رو بعد کنترل کنن. با یک شوخی شروع میشه. یعنی یه دفعه ما توی ایران که بودیم، عرضمش این پور محمدی مدیر شبکه، تازه مدیر شبکه شد، فکر مثلا 4 5 ماه بود شده بود اینا. رفتار منم یه رفتار غیر قابل کنترلی بود دیگه. یعنی برخوردم خیلی بد بود، یعنی با همه آدما بد بودم، مثلا نه اینکه بد باهاشون باشم، شخصاً مثلا اینجوری بود دیگه، مثلا یا حرف الکی میشیدم ها جان اینجوری بود. ما تلفن رو زنگ زد، گوشی براش گفتم بفهمید، یه پور محمدی مدیر شبکه است. گفتم که بفهمید، گفتش که شما خوبین؟ گفتم خیلی ممنون. گفت شما تشریف بیارید پس فردا برنامه، یا نمیدونم حالا چه برنامه ویژه‌ای بود، حالا از این برنامه‌های مگبر آمریکایی بود، مثل 22 بهمنی بود یا چیزی، یادم نیست، نمیخوام دروغ بگم، یه برنامه‌ای که مثلا جنگ مثلا نمیدونم امام زمان مثلا، پس فردا شما تشریف بیارید. گفتم که پس فردا من، گفت حالا اونجا می‌بینیم صحبت می‌کنیم، خدافظی هم نکرد، گوشی رو قطع کرد. موضوع چی بود؟ موضوع بود که اونا که سازمان امنیتی هن، همه چیز در جریان هن. پس فردا من قرار بود که برم یا زاهدان، یه برنامه داشتم، یه برنامه لایف داشتم، یعنی باید امروز ساعت مثلا همین الان دارم صحبت میکنم، مثلا ساعت 9 صبح زنگ خورده، مثلا ساعت 4-5 مثلا با سوار هواپیماشم که برم سمت زاهدان، اونجا اجرا دارم. مدیره که خبر داره که من پروازم، که همه رو میدونه، همه تیم امنیتی بهش گفتن. اینجا مدیر شبکه گوشی رو مستقیم برمیداره به رهبر یا به یک هنرمند مستقل، یک دستور نمیده، فوش هم نمیده، هیچ کاری نمیکنه، میگه پس بردا فلان جا بشه. دو حالت داره. اگر این فرد در این شرایط تو منگنه فشار حد اکثری سکوت کنه و بره، میفهمن که این رامپذیره، رهبریه که به مرور میشه سوارش شد، هنرمندی که میشه خریدش، مستقل نیست، ترسیده، میترسه، هنرمندی که میترسه، رهبریه که شجاع نیست، میترسه، یه جایی خلاصه وقتی تهدیدش میکنه سازمان امنیتی میترسه. من سوار ماشین شدم مستقیما، ساک پرواز داشتم دیگه، ساکم گوشم تو ماشین، مستقیما هم شبکه 5 پیاده شدم ماشین رفتم.
یه موبایلی هم داشتم صدای خر روش بود، وقتی زنگ زدم کسی صدای خر طبیعی پخش میشد، همه میدونستن که این فرد پشت دیوار کیه. این بوداشم به اون یارو موبایلش گفتم شماره منو بگیر. گفت بله. گرفت، صدای موبایل من پخش شد، خیلی هم بلند بود. درو بکن بفرمایید. گفتم گفتم تو، گفتن که آقا من پس فردا برنامه دارم، لایف دارم در فرانجا. گفت برنامه همه مجریا باید در ما داریم به شما پول میدیم فلان میدیم اینا. گفتم من قراردادی هم، من که استخدام را سازمان نیستم. گفت میدونم، ولی به هر حال شما دارید رزقوزی از اینجاست دیگه. الان شبکه در یه شرایطی که پس فردا مثلا میلاد امام زمانه، بعد هنرمنده اونجا جمع شن، شما اونو کنسل کن. گفتم نمیتونم کنسل کنم، حرف زدم اونجا. و شما اونو کنسل کن. گفتم به هر حال من الان به شما گفتم، من اونجا حرف زدم، من که نمیتونم حرفم عوض کنم که. من گفتم حماس تروریستیه، حرفمو نمیتونستم عوض کنم که. بعد شما آقای ناتانی هورتی پول دادی، با شما درگیره بدا، حرفمو نمیتونستم عوض کنم که. و به حال پس فردا من آمدم بیرون، 10 دقیقه 5 دقیقه توی ماشین همچنشم رو را میافتم، فکر میکردم دیگه، دیدم این یک فشار خیلی خاصیه، یعنی میخوام ببینم که میتونن منو وارد بازی خودشون بکنن یا نه. فکر میکردم و سوار ماشین شدم، رفتم از فرودگاه، ماشین رو پارک کردم، سوار آبا میشنم رفتم. پس فردا صبح که برنامه داشتم، یعنی ظهر بعد میرفتم برنامه، تلفن هم زنگ کنم گوشی داشتم، همین آقای پوروانی. گفت شما کجا هستین؟ گفتم من فلان جا. گفت مگه به شما نگفتیم برنامه مهمیه؟ گفتم چرا، شما گفتید، ولی قولی که من داده بودم که نمیتونم که بزنم زیرش، من به شما گفتم. گفت برگشتید یک زب بیاد چبکه. حالا بقیه داستان رو بزنیم کنار. فشاری که الان دارن به شما رو یه سارت یا به من میارن که نظرتو راجع به حماس و اسرائیل بگو، این همون کار اون پور محمدی است. من یک اپوزیسیون مستقلم، رهبر پاتریوتم، از هیچ سازمان امنیتی پول نگرفتم، من تصمیم میگیرم که چه کنم. این پیام ما به ایناست، میفهمی؟ کاری که پور محمدی میخواست بکنه، تیم یهودی ها به شما دارن فشار میارن، ببین ما مسیج میزنن، پس تو مال جمهوری اسلامی، پس تو مال حماسی، پس تو مال فلانی. این فشار است، میخوام ببینن آیا میتونه این حسینی رو کنترل کنه. جواب ما یکی، گفتیم ما راجع به جنگ حماس و اسرائیل نظری نمیدیم تا، حرف فاصله است، تا عذرخواهی رسمی بنیامین نتانیاهو و یا استعفاش، عذرخواهی رسمی مدیر موساد و یا استعفاش. چرا با رضا پهلوی جلسه گذاشتید؟ با گروهی که کوروش معرفیش کردید، مثل این که من الان احمدی نژاد رو مشیح موعود شما معرفی کنم، صدا در میاد. بعد این همه توی پسو نیوز ما راجع به حماس تروریستی حرف دادیم، تروریستی تروریستی تروریستی. خب شما چیکار کردین؟ شما صدای ما رو بستین، صفحات ما رو بستین، تمام بچه های سیریه سال سانسور کردیم. دو، مگه ما گروه مهمی هستیم که اینقدر برای شما مهمه؟ سه، حرف من هم حرف من، هیچ نظری ندارم راجع به این جنگ تا پس نمبر وان، من از شما که پول نگرفتم، به شما کمک کردم،
خداوندم برای اینکه من می‌خواستم رهبر یک اپوزیسیون میلیونی بشم مسیری رو برای من انتخاب کرده. یعنی من تو تلویزیون ایران بودم با اون بچه چموشای وزارت اطلاعاتی ها با اطلاعات سپاهی ها با بچه عصبی ها با اینا اونجا جنگیدم، مراحل و راه‌های موساد کمپلت حفظم، کمپلت جو 52 کشورم رفتم، تجربه شم دارم، بس نمی ترسم، نه برام مهمه. گفتم تا 25 دسامبر 2025 ما رو تعمل کنن همه، ما هرچی دارم بخواد میکنم. بعد از اون تاریخم دو تا گزینه است، یا من رژیم عوض کردم کارم کردم یا تبدیل کردم یا تغییر دادم و یا کاری نتونستم بکنم یا خداحافظی میکنم میرم، شما بمونید و حوزتون. ما هیچ نظری راجع به جنگ حماس و اسرائیل نداریم، تارم گفتیم منتظر. این نکته یه شما رو یه استارتیا بگم در پشت پیامی که الان به اینها دادم، اینه شما رو یه استارتیا بدونید که من یه شخصیت خاص خودم رو دارم دیگه. یعنی به عنوان مثال اون بچه اصلاح طلبه، بچه اصلاح طلبه یکی از چیزای اصلاح رهبران اصلاح طلب بود، یه حرف خیلی خوبی اونجا زد، گفتش که در واشنگتن گفت بزرگترین اتفاق بدی که افتاده این که حسینی وارد واشنگتن دی سی شده. اگر حسینی یه ضرب که وارد آمریکا میشد یک ضرب میرفت کالیفرنیا، موضوع عوض میشد. حسینی وارد مکانی شده که تمام گروه های سیاسی رو میشناسه و پشت و چنته اینا رو دیده، این خیلی به ضرر اپوزیسیون خارج کشور شده چون همش میشناسن. من توی سوالم جوابهایی نهفته است که در اون سوالهایی پنهان. من در سوالم جوابهایی نهفته است که در اون سوالهایی پنهان. در سوالم هم جوابهایی نهفته است که در اون جوابها سوالهایی پنهان. کارکتره مثلا. ترم 7-8 فکر میکنم دانشجوی دانشگاه اصفهان بودم، همیشه تو شطرنج آنجی بودم، به نفر مقابل همیشه میگفتم مثلا 9 حرکت دیگه ماتی ای گفتم بهش. پس در جوابهای من همیشه سوالیست که در اون سوالها جوابهاییست و در سوالهای من همیشه جوابهاییست که تو اون جوابها سوالهاییست. یعنی چی؟ این وقتی یکی داره من مصاحبه میکنه سوالهایی که از من میپرسه من جوابهایی توش میدم که سوالهاییست که بعدم باید بهش برسم. یعنی اون یک سوال از من میپرسه، من جوابی به اون میدم و چیزی در اون جواب میذارم که اون دو تا گزینه داره، یا باید این تیکر رو برداره و سانسور کنه که من میفهمم ایرادش کجاست و این خبرگزاری مال کجاست و از کجا داره حقوق میگیره. توش نهفته است. یعنی با من بهترین گزینه همون گزینه است که اون تیم اخراجی ها گفتن، گفتن با حسینی تلفنی صحبت نکنید، هر وقتی میخواین تخلیه اطلاعاتیش کنید تخلیه اطلاعاتی شدید قبلش. در یه تاریخ هم ایتون باشه شما رو یه استارتیا که من در توییتر در آن واحد اومدم همه کسانی که فالو کرده بودم و آنفالو کردم. یعنی شب خوابیدم، صبح که از خواب بلند شدم شما رو یه سارتی رو دیدین، اه توییتر لیدر یه سار همه رو آنفالو کرده، حتی پرزیدنت ترامپ. خیلی هاتون جامپ کردین و مسیح زدین. من برای این حرکتم 72 ساعت فرصت داشته بودم، تو 48 ساعت جوابش گرفتم. با این کار، کار خیلی خطرناکی هم بود یادتون باشه، خیلی کار خطرناکی بود ولی که ثبات شخصیتی یک اپوزیسیون رو سوال. اما برای اینکه هم بدونم کیا مهره سازمانیتی هم، تیم ترامپ متشکل چه کسانیه، چه تفکراتی دارن و شناساییشون کنم، این کار رو کردم. تو 48 ساعت بعد فهمیدم که خب تیم
دور ترامپ اگر حسینی حذف بشه کی میخوام بیارم بالا، چه تفکری دارن، چه اندیشه‌ای دارن. یعنی از اون تاریخ تا الان که خدمت شما هستم چرا من سورپرایز نشدم هیچ وقت؟ برای اینکه تیم پرزیدنت ترامپ هم میشستن بالا، نمیدونم کجا حرف میزنن، چه دیدگاهی دارن و چه نگاهی دارن. پس این کارا رو میکنم. خب اینا چیزایی که شما بدونید که لیدرتون چه کاراکتری داره، یعنی محاسباتی میکنم که ممکنه خطرناکم باشه، اما اگر دارم مهره‌ای رو میچینم به ترتیب چیدم، یعنی میدونم که 8 ماه دیگه چه میشه. این کاری که در توییتر کردم این همون حرکتی بود که روزی که رضا پهلوی رفت به سمت اسرائیل در تلگرام نوشتم حرامزادگان فقط با این آدم جلسه میذارن. اما بچه های ریاست که دورم بودن به من گفتن که خود شما نظرت چیه؟ گفتم خدا کنه که نتانیاهو با این جلسه بذاره. گفتن چرا؟ گفتم بسیار به نفع ماه. و اون جلسه گذاشت. گروهی در اسرائیل وجود دارن که ریستارتی هن. ما داریم ریسرچ دوباره میکنیم که ببینیم چه گروهی در اسرائیل وجود داره که ما میتونیم باش اعتراف ببندیم. نتانیاهو و رئیس موساد از نظر من حذف شدن و همین خاطر استاپ کردیم تا یک نگرش دیگری بکنیم. و آخرین پیام اینه که به شما ریستارتی ها نتیجه سیاست گذاری خارجی اپوزیسیون ریستارت رو تا 40 سال آینده دادم. گفتم یک مثلثی است به نام روسیه آمریکا ریستارت، یعنی یکی از نگرش های اپوزیسیون ریستارت اینه که بتونه میانجیگری کنه بین آمریکا و روسیه. یعنی ما در سیاستمون میخوایم تلاش کنیم که در جنگ جهانی سوم به آمریکایی‌ها داریم میگیم ول کن اینا رو، بچسبید شما دوتا به هم، یعنی روسیه و آمریکا که 30% مال امپراتوری فارسه، قوانینش 40%. نکته که خیلی مهمه شما ریستارتی رو باید بدونید اینه که بعد از 6-7 سال همزیستی، هم فکری، هم خردی متوجه شدید که خارج از کشور اپوزیسیون ها و گروه های سیاسی هیچ کدومشون دوست مردم ایران نیستن. در شرایط کنونی هر لحظه اینا ممکنه به این نتیجه برسن که خب ما ایرانو بمباران میکنیم و ایرانو تجزیه میکنیم و این بزغاله رو میبریم به قدرت میرسونیم. برای همین در نقطه عطف تفکر سیاسی اپوزیسیون قرار داریم ما، یعنی ما باید از داخل که صاحبان جدیدی داریم، افرادی داریم که میخوایم کودتا کنیم و رژیم رو عوض کنیم، به این فکر کنیم. در خارج باید مدار حرکتیمون طوری باشه که اگر گروه سیاسی خاص ائتلافی زیر مجموعه یا تفکری انجام بده این مسیر رو باز بذاریم، و اینکه در نتیجه برایند نیروهای موجود در آمریکا و احتمال اومدن بالای پرزیدنت ترامپ هم حرکتمون رو انجام بدیم. ما شبیه اپوزیسیون های دیگه نیستیم که به سادگی دروغ بگیم یا بپیچونیم یا نظرمون رو عوض کنیم. خیلی نکته مهمیه. مثلا حالا تاپالا رو نمیخوام نام ببرم، مثل این گروه های سیاسی خارج از کشور نیستین اصلا، اونا تکلیفشون مشخصه، مال حزبی هن، مهرن
جا مهره بشین تپوندن، اصلا انقدر مهره هنگ از این مهره بشین تپونده نشده، واقعا همش مهره هن دوتای اول هن. به همین خاطر ما جایی که باید محاسبه کنیم اینه، اگر خواستن به ایران حمله نظامی کنن و مردم ایران رو بکشن، میلیون‌ها ایرانی زن و بچه اونجا جیغ میزنن، به زن و بچه ایرانی تجاوز کنن و ایران تجزیه کنن، ما باید چه کنیم؟ اینا که دیدی تو صدای برو بستن، راحت میبندن، راحت گزینش مشخصه، راحت تو این برنامه اینا پیام دادم بهشون که فکر نکن من نمیدونم کجاست پول، کجاست قدرت، همه رو میدونم، نمیتونم این کارو بکنم. با لیدر اپوزیسیون ریستارت باید منافع مشترک دیده شه، همزیستی تفکری. یعنی یک سازمان امنیتی فردا میخواد بیاد بگه آقای حسین این 100 میلیون دلار، این 1 میلیارد دلار، این 100 میلیارد دلار بهرش زیرش بنویسه، نه اینکه اینو میگیم اینو بده. توی این برنامه ما داریم این پیام ها رو بهشون میرسونیم، مؤدب میشینید حرف میزنیم، ایرانی کشته نمیشه. ایران تجزیه نمیشه. ما تجزیه میکنیم، خب دیگه دشمن من میشه، دوست من نیست اصلا. ایران تجزیه بشه خطوط قرمز اپوزیسیون ریستارته. چجوری هم بتونم میتونم جلسه بذارم؟ چون تو آمریکایی جهنت رو سرویس میکنی، هم گوهی میخوای بخوری بخور جاکش گوش کن بابا. اصلا من این چیزهایی میخواستم بترسم که تو بیشتر ناخون میکشی یا جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی من اون روبرو اونا اینجوری حرف زدم، خود دیگه اونا تروریستن، آدم میکشن، شکنجه میکنن. خب پس مگر اینکه تو جنایتکارتر از اونی، من بترسم بیشتر از تو؟ منطقش اینکه از اون باید میترسیدم، روبرو اون وایسادم. گوش کن بابا، ما پاتریوتیم و تفکرات خودمون رو داریم و محاسبه داریم میکنیم تو این صفحه شطرنج. هر کسی که بخواد جمهوری اسلامی رو بردارد و امپراتوری کوروش، قانون اساسی سقراط و مولوی و افلاطون را بگذارد، دوست ماست. اگر بخواد جمهوری اسلامی رو بردارد، هر گوهی رو میخواد بیارد، دشمن ماست. چون مردم از چاه به چاه تر میخواد بندازه، این دشمن ماست. پس این مثلث سر جاشه، آمریکا، روسیه، ریستارت. من هم نمیترسم، من آخر داستان شما رو هم میدونم و در خدمتم، واقعا در خدمتم. یعنی خیلی دوست دارم که شما توانتو انجام بده. تا حالا انجام دادی یا هر چی میتونستی انجام دادی؟ من هنوز واسه ریستارت توضیح ندادم چه اتفاقاتی این پشت افتاده، ولی زورت بزن. آخرش اینه که بکن، اما اگه من پیروز بشم خیلی وضعیت عوض میشه. چرا؟ چون توش اما وجود نداره. و اگر، پس من پیروز بشم. اما اگر من پیروز بشم یه فرق داره با اونی که توش اما و اگر نداره، پس آدم رو باید حذف کنیم. پس من پیروز بشم، بازی سیاسی رو خوب بلدم، ارجاع میدم به برشو بده رضا تو اینستاگرام، مجاهدین تو توییتر، آنالیز بی بی سی زد، گفت تنها گروه حقیقی ریستارتی ها، بقیه همه رو هوا. گامبیشا بازی که حریف مقابل تا لحظه باخت اسکول فکر میکنه داره بازی رو میبره.
اسکول فقط اینجوری فکر میکنم. یه خورده بیای بالا ما رو بالا سرت میبینه، یه خورده بیا بالا از صفحه شطرنج سیاسی ما رو بالا سرت میبینه. هر کاری کنی زیر مایی، فقط به نفع ماه. فقط بدرود مای فرند ریستارتی ها، و بدرود دشمنان عزیز غیر ریستارتی ها.